تنظیمات روز گذشته در اعتراض به تعلیق در آوردن ملاله جویا نماینده این مردم در ولسی جرگه دست به تظاهرات زده و خواهان رسیدگی به این موضوع از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشر شدند. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین واکنش به این موضوع با نشر اعلامیه خواهان ابقای ملاله جویا در شورای ملی افغانستان شده است. این تظاهرات کنندگان با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای به تعلیق در آوردن عضویت ملاله جویا را توطئه شماری از اعضای ولسی جرگه که به گفته آنها متهم به جنایات جنگی در کشور هستند عنوان نمودند. در این قطعنامه از دولت و شورای ملی افغانستان خواسته شده است تا هرچه زودتر به این توطئه خاتمه بخشیده و به نماینده مردم ولایت فرا اجازه داده شود تا دوباره به کارش در ولسی جرگه ادامه دهد. از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه خانه ابقای ملاله جویا در شورای ملی شده است. این سازمان گفته است از این قبل چندین بار چنین کلمات بین اعضای مجلس مبادله شده ولی هیچ یک از نمایندگان با چنین برخورد روبرو نشدند. براد آدمز مسئول بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به تعلیق عضویت ملاله جویا در مجلس نمایندگان افغانستان گفت که آنچه جویا در گفتگوی تلویزیونی خود در مورد پارلمان ابراز کرده سزاوار چنین برخوردی از جانب همکاران او در پارلمان نبوده است. این سازمان از پارلمان افغانستان خواسته که در یک اقدام فوری وظیفه جویا را دوباره به او بازگرداند و نیز در مورد روش‌های پارلمانی که سبب وضع محدودیت بر آزادی بیان می‌شود تجدید نظر کند. ملاله جویا چند روز قبل به اتهام اهانت به اعضای شورای ملی تا اخیر این دوره عضویت آن از سوی ولسی جرگه افغانستان در پارلمان به حالت تعلیق درآورده شد. احمد فواد احمدی، تلویزیون آرجنا، هرات.